بعد از 2.5 روز گروگانگیری در مدرسه بسلان و کشته شدن بیش از 180 کودک، نیروهای ویژه روسیه تنها مهاجم بازمانده را دستگیر می کنند. 2 روز قبل، تروریست های جدایی خواه چچن به یکی از مدارس شهر کوچک بسلان حمله می کنند در روز آغاز سال تحصیلی که والدین بچه ها هم به مدرسه آمدند. تروریست ها 1100 نفر را به گروگان می گیرند و 2 بمب در مدرسه نصب می کنند. روز 3 سپتامبر به دلایل نامعلوم انفجاری در مدرسه رخ می دهد و بخشی از سقف فرو می ریزد. حدود 100 نفر کشته می شوند. در آشوب بعد از انفجار گروگان ها شروع به فرار می کنند. تروریست ها با آنها شلیک می کنند. نیروهای روس هم با اسلحه سنگین مدرسه را هدف می گیرند. مجموعاً 333 نفر در مدرسه بسلان کشته شدند، 31 تروریست و 302 گروگان که 186 نفرشان بچه های مدرسه بودند. بعد از 20 سال، گروهی از مادران بسلان هنوز هم به دنبال پرونده این فاجعه و افشای اشتباهات هولناک نیروهای روس هستند. اما تنها تروریست بازمانده نورپاشا کولایف که در آن زمان 24 سال داشت و می‌خواست در شلوغی فرار گروگان‌ها از مهلکه بگریزد عاقبت دستگیر شد. او در اعترافاتش گفت که رهبران جدایی‌خواه چچن فکر می‌کردند که با این حمله تمامی قفقاز را به جنگ خواهند کشید. نورپاشا کولایف که به حبس ابد محکوم شد بعد از 20 سال ظاهراً هنوز هم در زندان‌های روسیه است.